عشق، خیانت و مرگ. داستان واقعی. شنونده های عزیز افغانستان ژورنال، سلام بر شما. در این داستان عبرت انگیز میشنوید که چگونه خیانت باعث رسوایی و نابودی زندگی کسی می شود. بازی با احساسات، بدنامی و خیانت در این داستان به وضاحت نشان داده شده است. نویسنده فرشته غنی. داستان آغاز می شود. قصه عشق من و سونا از ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا آغاز می شود. وقتی در کوهستان زندگی می کردیم، در درس های دینی و اسلامی خیلی لایق بودم. توانستم در 16 سالگی قرآن شریف را ختم کنم. از همین رو ملا امام مسجد از من خواست با دختران و پسران خردسن تعلیمات دینی را تدریس کنم. سونا هم هر روز نزدم می آمد و درس می خواند. او نه تنها شوخ بود، بلکه به درستی درس را هم یاد نمی گرفت. چندین دفعه برایش گفتم برو نزد ملا امام درس بخوان، من باید به دختران کوچک تدریس کنم. اما او می گفت اگر درس درست یاد نگیرم ملا امام عصبانی می شه. از همین خاطر نزد خودت می آیم. آن زمان سونا 12 ساله بود. خنده قشنگ داشت. وقتی می خندید خط لبخند در صورتش زیبایی خاص به چهرهش می داد. قبلن به خاطر علاقه به تدریس، حالا به خاطر سونا وقت‌تر به مسجد می آمدم. و وقتی همه رخصت می شدن به عجله از مسجد می بر آمدم. سونا هم گاهی خیلی عجیب به سویم نگاه می کرد. بعد از یک مدت در کار دهقانی با پدرم زیاد مصروف شدم و نتوانستم دیگر مسجد به تدریس بروم. اما خوشبختی اینجا بود که سونا هم وقت و ناوقت با مادر کلانش به کردهایشان می آمد و سبزی می چین و من او را نگاه می کردم. گاهی او هم به سویم دیده و می خندید. هر روز وقت‌تر به زمین ها می آمدم که اگر او بیاید و ببینمش. بعضی وقتها هم به نزدیکی خانهشان رفته و دیدارش می کردم. یک روز وقتی به سبزی چیدن بر سر زمین ها آمد، یک پسر جوان قریه هم به دنبالش بود و ظاهراً آزارش می داد. من هم خیلی عصبانی شدم و نزدیک رفتم. بابل به سر آن پسرک زدم. می خواستم به سونا نشان بدم که علاقمندش هستم. اما این کارم باعث شد که خانواده آن پسرک با ما دعوا کند. پدر آن پسر جوان بعد از دیدن پسرش با تفنگ دزداشتش به من شلیک کرد و مرمی به پایم اصابت کرد. دو ماه در شفاخانه بستر بودم. بالاخره پدرم تصمیم گرفت من، مادرم، خواهر و برادرم را به کابل بفرستم. رفتنم به کابل باعث شد که دیگر سونا را نبینم. همیشه در فکرش بودم که سونا چی خواد کرد و آن پسر باز آزارش نده. من در کابل دکان رخت فروشی را برا انداختم و مدت 2 سال می شد در آن مصروف بودم. یکی از روزها دختر جوان برای خرید یک رخت کتان نزدم مراجعه کرد. در آغاز متوجه نبودم. وقتی گپ زد صدایش شباهت به سونا داشت. به طرفش دیدم با چادرش حجاب کرده بود. فقط چشمانش دیده می شد. گفتم ببخشید نام شما سونا نیست؟ گفت تو از کجا نام مرا فهمیدی؟ گفتم سونا تو مرا نمی شناسی؟ من فائق هستم. در کوهستان که در یک منطقه زندگی می کردیم. سونا گفت تو امو بچه هستی که باز مرمی خورد؟ گفتم بله بله امو هستم. سونا به طرفم خیره شد، گفت خیلی تغییر کردی و چطور ناجوان بودی اما تو بدون اطلاع به کابل آمدی. گفتم نه خیر، بعد از مرمی خوردنم پدرم به زور روانم کرد. خوب شد دیدمت. وقتی با سونا دوباره دیدم نفس تازه کشیدم. او قبلا برای چند ماه نزد مادر و پدر کلان خود با کویسان رفته بود. چون مادر کلانش مریض بود و سونا باید ازش پرستاری میکرد، حالا می دانستم خانهشان کجا است و در کدام مکتب درس می خواند. هر روز پیش مکتبشان استاد می شدم تا ببینمش. او موبایل نداشت و من هم یگانه راهی که می توانستم احساسات خود را ابراز کنم نامه نوشتن بود. او برای من و من برای او نامه می نوشتیم. هر روزی که برایم نامه می نوشت از موبایل مادرش برایم پیام می فرستاد و می گفت فردا بیا پیش مکتب که برایت نامه نوشتیم. بعضی روزها من هم از مکتب فرار می کردم و تمام روز منتظر سونا می بودم.
می گفتم نکند وقت تر خانه برود و من نبینمش. وقت نامی او را دریافت می کردم تمام روز آن را با خود تکرار می کردم. کلماتی که نوشته می کرد خیلی برایم مهم بود. بعد از سپری شدن چند ماه او از یک شماره برایم زنگ زد و گفت این شماره تماس خودش است و بعد از این می توانیم از طریق تلفن صحبت کنیم. ما شب تا 2 یا 3 بجه با هم مسیج می کردیم. گاهی اگر مادرش نزدیکش نمی بود گپ هم می زدیم. وقتی عروسی خواهرم بود برایش کارت نوشتم و خودم پیش خانهشان بردم. وقتی برای گرفتن کارت آمد دستهایش را به دستم گرفتم. یک حس عجیبی داشتم. می خواستم با آغوش بگیرمش اما مادرش آمد و وقتی دستهای دخترش را به دستانم دید به عصبانیت فریاد زد. سونا را لتکوب کرد و دروازه را بست. من هم به زودترین فرصت از آنجا فرار کردم. اما به خاطر سونا خیلی ناراحت شدم. بعد از همان روز دوباره شماره تماسش خاموش شد. به ندرت در راه مکتب می دیدمش. ما همین گونه دیدارهای پنهانی خود را ادامه دادیم تا زمانی که من از مکتب فارغ شدم. به خاطر فراغت از مکتب برایم تحفه گرفته بود. خیلی با هم خوش بودیم که دفعتاً به پدرم مریضی پیدا شد و من باید نزد او می رفتم. کار دوکان را به برادرم سپردم و خودم پیش پدرم به کوهستان رفتم. چند ماه در کوهستان ماندم. یک روز برادر کلانم زنگ زد که یک دوستش به ما در شرکت هوایی کامیار وظیفه پیدا کرده است. پدرم هم از این اتفاق خوش شد و گفت برو بیازو دوکان هم چندان کار نمی کنه. خوب شد برایتان وظیفه پیدا شد. دوباره به کابل برگشتم و وقتی سونا را در راه مکتب دیدم برایش گفتم که وظیفه پیدا کردیم. او خیلی زیاد خوش شد. سال آخر مکتب سونا بود. وقتی از مکتب فارغ شد به بهانه جشن فراغتش برایش یک انگشتر و یک دستبند نقره تحفه گرفتم. بسیار خوش کرد. زمستان بود. سونا خیلی درس می‌خواند. از همین رو کمتر در موبایل صحبت می‌کردیم. وقتی امتحان کنکور سپری شد سونا به نتیجه ماند. از همین رو خیلی جگرخون شده بود. من نتوانستم جگرخونیش را تحمل کنم. گفتم من فیس پانتونت را میپردازم. برو و در یک پانتون خصوصی درس بخوان. بعد از جستجوی زیاد در یکی از پانتونهای خصوصی با ادامه تحصیلاتش پرداخت. به خانواده خود گفته بود که از وزارت تحصیلات عالی تخفیف ویژه گرفته و در رایگان درس میخواند. بعد از سمستر اول پانتون رفتارش با من تغییر کرده بود. کمتر با هم صحبت میکردیم. با تماس تلفنی هم جواب نمیداد و مسیج هم نمیکرد. گفتم شاید مصروف درسهای شده. نمیتواند با من صحبت کند. اما او خیلی از من دوری میکرد. یک بار وقتی دیدم چند روز متواتر موبایلم را جواب نداد پیش پانتونش رفتم. وقتی رخصت شد با همسنفیهایش بود خیلی سرد با من رفتار کرد. چند روز متواتر پیش پانتونش استاد شدم. یک روز یک بچه جوان استادم کرد گفت تو کی هستی که به سونا مزاحمت میکنی؟ طرفی بچه به جدیت دیدم. گفتم تو اصلا کی هستی که از من سوال میکنی؟ در ادامه گفتم سونا زنم است فهمیدی؟ و به صورت آن پسر به ضربه زدم. جنگ و دعوای ما زیاد شد تا حد مردم جمع شدند و ما را به حوزه بردند. آن بچه زیاد جراحت برداشته بود. از همین سبب مرا 2 ماه زندانی کردند. بعد از آن به کمک دوست پدرم از آنجا رها شدم. وقتی از زندان برآمدم یک روز برایم از یک شماره ناشناس زنگ آمد و گفت حال خود رها شدی اما اگر بار دیگر به سونا نزدیک شدی روزی خوب نخواد دیدی. گفتم نشناختمت کی هستی؟ گفت عمو بچه هستم که به خاطر من زندانی شدی. من و سونا هم دیگر را دوست داریم و دیگر به ما مزاحمت نکنی. وقتی این گپ را شنیدم زندگی سرم سیاه شد. خود را کنترل کرده نتانستم به سونا تماس گرفتم. جواب نداد. چند دقیقه بعد دیدم مرا بلاکلیست کرده است. دختر هوسباز قدر نیکوهای مرا ندانست. چقدر دوستش داشتم. اما با یکی دیگر رفت. وقتی دوباره وظیفه گرفتم و کمی به زندگیم سر و سامان دادم یک روز دوباره برایم زنگ زد. وقتی فهمیدم سونا است موبایل را قطع کردم و هیچ جواب ندادم. بعد از چند روز برایم پیام فرستاد گفت فایق لطفاً کمکم کن. وقتی مسیجش را خواندم ناراحت شدم. برایش زنگ زدم گفتم بگو چی شده. گفت با او بچه که دوست بودم فریبم داد. با زندگیم بازی کرد.
از رابطه جنسی ما فیلم گرفته. حالا مرا اخطار میده که باید همیشه نزدش برم. لطفاً بدون تو کسی ندارم که برایش بگویم. کمکم کن. فکر میکردم با من ازدواج میکند، اما با من خیانت کرد. حالا اگر پدرم بفهمد مرا میکشد، لطفاً را نشان بده. گفتم بدوای ما گرفتید. جزای تو واره دختر همی است. ما هم عاشقت بودم، هرگز لمست نکردم و تو با آن بچه رابطه گرفتی، با من خیانت کردی. حالا امیر خم خوب استی؟ سونا گفت لطفاً فایق، اگر مرا از این جنجال نکشی خود را میکشم. گفتم حالا مردن و زنده بودنت برایم مهم نیست، برو بمیر. تو خودت خواستی با این سرنوشت دچار شوی. با تمام کردن حرفای موبایل را قطع کردم، اما بعد از 2 ماه خبر شدم که سونا خودکشی کرده است. از وقتی که خبر مرگ سونا را شنیدم خیلی ناراحت هستم. شبها خوابم نمیبرد. پشیمان هستم. میگویم کاش با او کمک میکردم. بیخی دیوانه شدیم. بسر قبرش هر وقت گل میبرم، اما باز هم چیزی از ناراحتیم کم نمیکند. از شنونده های افغانستان ژورنال میخوایم برایم مشوره بدهند. واقعا حالم خوب نیست. شنونده های عزیز افغانستان ژورنال، این بود داستان عبرت انگیز و غم انگیز. هرگز خیانت نکنید. وقتی در یک رابطه عاشقانه هستین، با عزت و آبروی همدیگر بازی نکنید. اگر دختر هستین متوجه باشید تا همه چیزتان را فدای پسر نکنید، و اگر پسر هستین مرد باشید و با عزت دختر بازی نکنید. برای این جوان گفتنی من این است که حالا هرچی بود گذشت و رفت، خود را اذیت نکن. تو هر کاری که از دستت پوره بود انجام دادی و صادقانه دوستش داشتی. برای تمامی شما توصیه من این است که اگر دختر و پسر به این حد به شما خیانت کند که با کسی دیگر رابطه جنسی بگیرد و شما را فراموش کند، شما نیز هیچ نوع تلاش برای رسیدن به او یا دشمنی با کسی دیگر نکنید. فقط فراموش کنید و روزنه امید دیگر را برای خود بگشایید. ممنون که شنونده و بیننده کانال افغانستان ژورنال هستین. افغانستان ژورنال نخستین کانال در تهیه و پخش داستان‌های واقعی. ما همواره بهترین ها را تقدیم شما می‌کنیم.